آسیب پذیری نیروهای هوایی افغانستان. مشکل چرخبال‌های ارتش در چیست؟ در جریان یک هفته گذشته یک بالگرد MD-530 نیروهای ارتش در ولایت فرا سرنگون شد و دو چرخبال دیگر هم در ولایت پکتیا و پکتیکا سقوط کردند. از اثر این رویدادها دو خلبان نیروهای ارتش هم جانهایشان را از دست دادند. باکس سیاه را ببینند که نواقص در کجا بود. آیا نواقص در تکنیک بود؟ آیا نواقص در پیلوت بود؟ با او نمایان میشن، بعد از او باز شریک بسازن با تمام قوای هوایی با مطبوعات هم. همین گونه در میان سالهای 2017، 2018، 2019 و اوایل 2020 تنها 7 چرخبال ارتش در حوزه غرب کشور سقوط کردند. وزارت دفاع ملی هرچند این آمار را تایید و یا رد نمی کند، اما می گوید که همکنون نیروهای هوایی دشوارترین ماموریت‌ها را به پیش می برند. همچنان در تلفات سنگینی که به دشمن در سال روان وارد شده، نیروهای هوایی افغانستان نقش خیلی حیاتی را و نقش خیلی برجسته را بازی کردن و با گذشت هر روز نیروهای هوایی افغانستان مجهز میشن، تجهیزات مدرن و پیشرفته در اختیارشان قرار میگیره، تیاره های جنگی بروز شده و مدرن در اختیارشان قرار گرفته. وزارت دفاع شمار دقیق هواپیماهای ارتش را نمیگوید، اما منابع غیر رسمی میگویند که در حال حاضر نیروهای هوایی کشور 120 تا 150 هواپیمای گوناگون دارند. نیروهای امنیتی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو تجهیز می شوند. این تجهیز در شوکات توانمندی ها و برنامه ریزی های از واست، نه از ما باشه که ما میدانیم که وزارت دفاع بسیار علاقه داره که اردوی افغانستان خودکفا باشه، همه چیز داشته باشه، یا دولت یا آرزو داره، اما این در نتوانی است. فراهمسازی 150 چرخبال بلک هاک، 150 چرخبال MD-530، 6 هواپیمای بال ثابت جنگی E-29، 5 هواپیمای جنگی EC-208 بخشی از تعهدات واشنگتن به افغانستان تا سال 2021 است که با به دست آوردن این هواپیماهای تعهد شده شمار هواپیماهای افغانستان به بیش از 400 خواهد رسید.